دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه هست و در این بخش برنامه محترم استاد محمد تقی پیمان استاد دانشگاه مهمان ما هستن و میخواییم در ارتباط به جوان صحبت بکنیم. همون قسمی که در جریان هستیم، در هفته‌ای که قرار داریم روزی به نام روز جوان تجلیل شد از او و در کل این هفته به نام هفته جوان یاد میشه و امیدوار هستیم که جوانان کشور ما جوانان موفق و پرتلاش هستن و به تمام اهداف و آرزوهایی که دارن برسن. میخوایم در ارتباط به فلسفه نامگذاری روز جوان با جناب استاد صحبت بکنیم و اینکه وضعیت فعلی جوانان کشور ما از چه قرار است و چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت و چالش‌هایی که فعلا فرا روی جوانان هست جناب استاد دارن. سلام، بسیار خوش آمدین به برنامه عصر علی. سلام بر شما و بینندگان خیلی خوبیتون و همکاران تکنیکیتون. خوشحالم از اینکه فرصت دادین و راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت میکنم. بسیار تشکر جناب استاد گرامی. میخواییم ابتدای آغاز خود با مقدمه در ارتباط به جوان داشته باشیم. بسیار خوب، چنان که همگی در جریان هستید، روز 12 آگست توسط سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 به نام روز جوان مسمى شده. بله. و معمولا نهادهای کلان بین المللی جمله سازمان ملل و سایر نهادها یک روزی را اختصاص میدن به یک موضوع خاص تا دولتها، نهادها و سایر ارگانهای مربوطه به بهانه همان روز توجه بیشتری را روی موضوع داشته باشند. به دلیل اینکه جوانان در بسیاری از موارد، نه تنها در افغانستان که در بسیاری از کشورها مورد کم مهری و کم توجهی قرار می گیرد، لذا این روز به نام روز جوان مسمى کردند تا اینکه دولت ها، نهاد ها، دانشگاه ها و نهاد های خیری که وجود دارند در چنین روزی از جوان ها تجلیل بکنه، از کارکردهای مثبتشان و چالش هایشان را به بحث بگیره و اینکه چه کار و چه خدمتی در برابر جوان ها کرده می توانند. از این لحاظ است که روز 12 آگست معمولا در بسیار از کشورها به عنوان روز جوان تجلیل میشه و در افغانستان هم همواره این برنامه ها گاهی تجلیل صورت گرفته ازشان، اما امسال متاسفانه بنابر تولاتی که پیش آمد او فرصت مهیا نشد تا اون گونه که شایسته و بایسته است از روز جوان تجلیل بشه. به هر حال این برنامه است که مختص به یک کشور نیست، هر کشوری تحت شرایط مختلف تحت عنوان مختلف از این روز تجلیل میکنه، حالا ممکنه هر کدام یک فلسفه خاصی داشته باشه. دقیقا در ارتباط به فلسفه نامگذاری روز جوان در استاد میخواییم بیشتر صحبت داشته باشیم، گرچه مقدمه ای داشته میخواییم اگر صحبتهای خود رو بیشتر بکنین خیلی خوب باشیم. چون که قبلا هم عرض شد، کشورها نظر به اون الگوهایی که از قبل خودشان دارن سعی میکنن که یک مناسبت خاص را اختصاص بدن و به نام روز جوان از یاد بکنن، چنان که مثلا شما ببینید در ایران از یک روز دیگه تجلیل میشه اما باز هم تحت نام روز جوان هست. یا در دیگر کشورها میبینیم، اما اون چه که مهم است و به عنوان یک روز مشترک است همان 12 آگست که یک روز بین المللی است و هدف و فلسفه نامگذاری این روز هم همین بوده که توجه کشورها و نهادهای مختلف را به این روز جلب بکنه و تا اینکه از جوانان بیشتر حمایت صورت بگیره. این است که افغانستان بیشتر به دلیل از اینکه همگام بوده با جامعه جهانی بیشتر همین روز تجلیل میکرده و چون روز دیگه هنوز فرهنگ سازی نشد. بله، وضعیت فعلی جوانان کشور ما چگونه میبینید جناب استاد؟ چنان که به شما هم معلوم است افغانستان یک کشوری که بیشتر نفوسش جوان تشکیل میده. با اساس آمار و احصایه که اخیرا درس کرد در سال البته 1399 بالای 67% نفوس کشور جوان تشکیل میده، یعنی چیزی حدود 22 میلیون بیشتر میشه. با این حساب افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین نیروی جوان را داره و این یک امتیاز حساب میشه، شاید بگیم بزرگترین سرمایه است که ما داریم. نیروی انسانی بزرگترین سرمایه است که اگر تحصیل کرده باشه، اگر نیروی با کیفیت بوده باشه، یک از معیارها و زمینهای توسعه به حساب میاد. امروز خیلی از کشورها در آرزو و در تلاش داشتن نیروی جوان هست. نیروی جوان است که کشور به توسعه میرسه، نیروی جوان است که
در واقع پیشرفت کشور مدیون آنهاست و ما ایره داریم خوشبختانه. یک کشوری کاملا جوان هستیم که نسلش تقریبا 60 چند فیصدی که عرض کردم بالای زیر سن 24 سال گفتمش اکثرا، پس یک نیروی کاملا جوان است که اگر استفاده درست صورت بگیره ما کشور ما شما رو بسیار به سرعت میتونه که به پیشرفت برسانه. با این حساب نیرو یا آمار که عرض کردم، ما جز 20 کشور جوان در جهان حساب میشیم. یعنی از این لحاظ یک امتیاز خیلی خوبیه. شما میبینید که بیشترین جوانای ما متاسفانه به دلیل نبود کار، به دلیل مشکلات و فقر اقتصادی و مشکلات دیگر، اکثر جوانان ما کشور را ترک کردن و شما میبینید که نیروی کاری کشورهای همسایه را جوانای ما تشکیل میده. بله. نیروی کاری کشورهای اروپایی را جوانای ما تشکیل میده. پس ما از لحاظ نیروی انسانی کاملا یک کشور ثروتمند و در واقع غنی هستیم، اما متاسفانه آنگونه که توجه باید صورت بگیره به جوانا توجه نشده و به خواستهایشان رسیدگی نشده، حداقل توقع که زمینه کار باشه برایشان فراهم نشده، دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی برای بسیار جوانا هنوز فراهم نیست. این مشکلات هست که باعث میشه جوانان به جای اینکه بیاین ما را به مسیر توسعه برسانن، گاهی زمینه مشکلات بیشتر را فراهم میسازن. وقتی برای جوانی که کار فراهم نشوه، یا مجبور است به آوارگی تن بده یا مهاجر شوه و یا در داخل دست به کارهای خلاف بزنه، چون وقتی که زمینه کار فراهم نمیشه خب باید جوان در واقع منبع درآمد داشته باشه. بله. خب در غیر آن صورت ممکن است جوان به اعتیاد مبتلا شه که باز هم میشه بار دوش جامعه که از اون طرف باز بیشترین ضرر هم خواد کردیم. بنابراین ما از لحاظ نیروی انسانی یک کشور کاملا غنی هستیم، کشور جوان. اگر ما بتوانیم که اینها رو به مسیر درست هدایت بتیم و زمینه اشتغال، زمینه کار برشان فراهم گردد. بله دقیقا همون قسمی که اشاره کردین، متاسفانه جوانان کشور ما که بیشترین نفوس جامعه را تشکیل میدن با وضعیت خوبی روبرو نیستن، از هر لحاظ، هم از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، آموزشی و در کل وضعیت کاری وضعیت نرمال ندارن. بله. ولی امیدوار هستیم که این نیروی که فعلا بیشترین نفوس جامعه را تشکیل میده و میتونه که اگر تصمیم بگیره، اراده داشته باشه، انگیزه داشته باشه، یک دگرگونی عمیقی در کشور ایجاد بکنه. امیدوار هستیم که انگیزه های جوانای ما دوباره بیایه و دوباره بتونن رشد کنن، مسیر پیشرفت برای از اونا باز بشه و در قسمت شکوفایی کشور خود نقش داشته باشه. اما فکر میکنین راه حل چیه؟ چی باید کرد؟ و اشاره داشتیم که فعلا جوانان ما به وضعیت بیکاری روبرو هستن. بله. فکر میکنین مهمترین دلیلی که امروز جوانان ما با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن چی باشه؟ دلیل اصلی از کجا؟ خب برای این مسئله اول ما لازم میبینیم اشاره بکنم که مهمترین چالش چی هست که باز راه حل برای از ما جستجو بکنیم. فعلا یک از بزرگترین چالش هایی که فراروی جوانای کشور ما قرار داره عدم دسترسی به تحصیلات، به آموزش و نبود بسترهای لازم برای کسب و دانش مدرن و علم با معیارهای روز هست. بله. بسیار از جوانا به دلیل مشکلات اقتصادی، به دلیل محرومیت ها، به دلیل دور افتادن ها دسترسی به آموزش ندارن، آموزش با کیفیت با استانداردهای بین المللی. خب اگر قرار باشه ما این نسل که فعلا داریم، نسل جوان، نسل آگاه و نسل غیور، اینها رو در واقع از اینا استفاده درست بکنیم، بهترین راه این است که ما زمینه آموزش برشون فراهم بسازیم. بعد از این تحولاتی که در کشور معمولا میآید، خوب است که زمینه تحصیل برای تمام اقشار جامعه فراهم شود، چه طبقه مردها باشد، چه طبقه زنها باشد، در هر سن و سالی که باشه. ما شما نظر به آیات حدیثی که داریم، میگه علم برای مرد و زن مسلمان فرض است. بنابراین زمینه آموزش، زمینه تحصیل برای همه جوانا فراهم شود تا اینا بتونن که از طریق کسب علم و دانش مسیر برای خودشان هموار بسازن. خب کسی که دانایی داشته باشه، کسی که علم داشته باشه، مسیر برش هموار است و علاوه بر این که میتونه خودش در واقع از مشکلات رهایی ببخشه، میتونه که برای یک کشور، برای یک مملکت زمینه های بسیار را
برای پیشرفت و توسعه را فراهم بسازد. پس اولین گام توجه در بخش آموزش و پرورش است. مسئله دوم که چالش عمده‌ای که فراروی جوانای کشور ما شما هست، مشکل بیکاری و نبود فرصت های شغلی است. بله. البته نبود فرصت های شغلی خیلی نمیشه گفت، عدم در واقع شایستگی و بحث لیاقت و امثال اینها خیلی مطرحه در کشور. خوب است که مسئولین محترم حکومت از طریق استخدام جوانان نظر به شایستگی، نظر به تخصصشان در بستهای دولتی و غیر دولتی اینها را به کار جذب بکنند. هم نیروی جوان است، هم پرتحرک است، هم با دانش و علم روز آشناست. زمانی که ما بتونیم جوانان را در واقع در بستهای کاری خود داشته باشیم، بدون شک اداره و جامعه به سرعت میتونه که رشد کنه و به پیشرفت برسه، چرا که اینها با دانش و علم روز آشنایی دارن. بله. و از زمانی که ما بتونیم جوانان در واقع در بدنه حکومت و در بدنه ادارات شامل بسازیم، هم اینا رو مصروف به کار ساختیم و هم گام بر سمت توسعه برداشتیم، که متاسفانه گام های خیلی کمی در این راستا برداشته شده. در بسیاری از موارد جوان ها را بنا به نداشتن تجربه کافی، نظر به اینکه قبلا در ادارات نبودن، کنار میزنن و این باعث سرخوردگی میشه، این باعث ناامیدی جوان ها میشه و این باعث فرار مغزها از کشور میشه و باعث آوارگی و تباهی و مهاجرت ها میشه. در حالی که همین جوانی که در کشور خود ما مصروف به کار نیستن و در واقع از اینجا ترد شدن، همین جوان در دیگر کشور بهترین کار انجام میده، بهترین اختراعات انجام میده، بهترین کشفیات انجام میده. پس ما حکومت و نظام باید زمینه اشتغال برای جوان ها فراهم بسازه. این دومین راهکار. و در قسمت اینم یادمان باشه که نباید نگاه ما تنها به حکومت باشه. بله. من شخصا نظر من است که جوانان خودشان هم در کنار تحصیل، در کنار آموزش و فکر ارتقای ظرفیت خود هم باشن. بله. امروز در بسیار از کشورهای مثل آمریکا و کشورهای اروپایی، پیش از این که افراد به دنبال فرصت‌های کاری جانب دولت باشن، خودشان فرصت خلق میکنن، خودشان اشتغال زایی میکنن، خودشان کارآفرینی میکنن، خودشان اقدام به یک سلسله برنامه های میکنن که درآمدزاست و هم مصرفیت هست و هم منبع درآمد. خوبه که جوانان در این راستا هم فکر بکنن. تنها کتاب خواندن، تنها درس خواندن شاید کفایت نکنه. ما در کنار اینکه درس میخونیم، در کنار اینکه تحصیل میکنیم، مکلف هستیم که برای امرار معاش خود، برای تامین نیازهای زندگی روزمره خود هم طلب گام های اقتصادی و درآمدزا هم برداریم، که اینا هم میتونن که تا حد مفید واقع شه و جوانا را از وضعیت فعلی که وجود داره نجات بدن. بله، دقیقا نکته بسیار خوبی اشاره کردین جناب استاد. نباید منتظر نهادهای زیرب باشیم در این قسمت، نباید منتظر دولت باشیم تا بیاید دست جوان رو بگیره و رو به کار مشغول بسازه. اگر ما مطمئن هستم که ما جوانهای نخبه‌ای داریم که اگر یک کمی هم ذهن خود رو به کار بندازن، یک کمی هم از فکر خود استفاده بکنن، مطمئن هستم که خیلی از موارد رو میتونن خود از اونا حل بکنن، حتی میتونن کارآفرینان خوبی باشن که نه تنها خود از اونا بلکه چندین شخص دیگر هم در پهلوی خود مصروف به کار بکنن. پس نیاز هست که خود جوانای ما هم تا حدودی به فکر خود باشن و تنها منتظر یک نهاد و یک بخش نباشن که امو شرایطر برای از اونا مهیا بکنن، خود از اونا برای خوش شرایطر مهیا بکنن تا که انشاءالله بتونن پیشرفت بکنن. البته نکته من اشاره بکنم که این امری که ما میگیم جوان ها خودشان باید در تلاش رشد و ارتقای ظرفیت خودشان باشن و دنبال فرصت های خلق فرصت ها باشند، این به معنا نیست که دولت هیچ کاری نباید بکنند. بله. شما میفهمین که وقتی که دولت نخواهد که وزارت ها و ریاست ها و مدیریت ها را به ما واگذار کنه، پس در واقع فرصتی وجود نداره. ما در کجا باید کار کنیم؟ همش که نمیشه که با کارآفرینی و فرصت هایی که خود ما خلق میکنیم. به هزاران هزاران بست و فرصت های شغلی در درون دولت وجود داره که دولت جوان ها باید در اونجا استخدام بشه. گفتیم که یک بخش کار اینه که دولت زمینه را برای جذب جوانان فراهم بسازه. اگر احیانا دولت ظرفیت کافی نداشت،
خود جوانان هم باید در تلاش ازی باشن که گزینه بدیل داشته باشن. یعنی معنایش این نیست که ما از دولت در واقع قطع رابطه بکنیم یا امید خود را قطع کنیم و بریم به سراغ یک کار دیگه. نخیر، دولت وظیفه داره، مکلفیت داره که زمینه اشتغال برای همه فراهم بسازه. این وظیفه هر شهروند است. اما اگر احیانا میبینیم که دولت زمینه فعلا وجود نداره یا اگر زمینه کوتاهی صورت میگیره، این به معنای نیست که ما از همه جا قطع امید بکنیم و هیچ تلاشی نکنیم. در صورتی که میبینیم زمینه فراهم نیست، خود ما هم میتونیم به گزینه های بدیل فکر کنیم و در واقع به اشتغال زایی و به خلق فرصت های جدید هم بیندشیم. بله، تشکر از شما جناب استاد. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز با ما بودین. اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه از شما میشنم. و همین موضوعات به نحو کلی اشاره شد، اما شما میبینین که وقتی که ما روز جهانی جوانان را میبینیم در اکثر کشورها تجلیل میشه و در افغانستان حتی یاد ازش نمیشه و این یک مایه در واقع ناامیدی هست، باعث ناامیدی میشه که در واقع یک پیامد یا پیام بسیار منفی داره برای جوانان. خوب است که بعداً نهادهای مختلف، دانشگاه ها، نهادهایی که خیر هستند و دولت در این راستا این مناسبت های کلان را در واقع یک یادبود بکنه که هم تشویق شوه برای جوانان و هم یک امید برای اونها ایجاد شوه که در واقع اونها هم یک بار مطرح شوه. حداقل سال یک بار یک روز جهانی جوانان وجود داره، حداقل سال یک بار به همین قشر جامعه بیندیشیم، چالش هایشون رو بس بگیریم از طریق گفتمان ها، سمینار ها، ورکشاپ ها، تحقیقات و امثال اینها، یک بار اینها رو مطرح بسازیم که تا به فراموشی سپرده نشه. و ما امید بی داریم که انشالله در آینده ها هم روی از این موضوعات ها بیشتر توجه شود تا از این طریق مسئولین را و ادارات مختلف توجهشون را به جوانان جلب بکنه. تشکر از حضور شما در برنامه جناب استاد محمد تقی پیمان، استاد دانشگاه، از اینکه با ما بودین و صحبت‌های بسیار خوب و راهکارهای بسیار آموزنده داشته. تشکر. و سپاس از همه بیننده‌های عزیزی که تا لحظات پایانی برنامه عصر ریوا بیننده ما بودین. رسیدیم به پایان برنامه امروز و تا برنامه بعد از حضور شما مرخص میشه. خداوند یار و نگهدارتان باد.